درود بر شما. امروز اومدیم سراغ پرواز و میخوایم 10 تا هلیکوپتر جالب رو با هم ببینیم. امیدوارم خوشتون بیاد. شماره 1، هتلیکاپتر. اون هتلی اولشو که متوجه شدین، برای این اسمو گذاشتن روش که این یک هلیکوپتر هتله، یک هتل 5 ستاره پرنده که 1500 کیلومتر هم بردشه. این شرکت این هلیکوپتر رو ساخت، به نمایش گذاشت، آخر سرم گفت همه رو سر کار گذاشتم و تولید این یه دونه برای خنده بوده. بعضی وقتا شرکت ها که میخوان خودشون رو معروف تر کنن از این کارا میکنن. شماره 2، ماسکیتو ایویشن اکسی. این شرکت یک هلیکوپتر یک نفره درست کرده، خیلی کوچیک، سبک و با ظرفیت یک نفر. وزن این هلیکوپتر فقط 128 کیلوه. موتورش هم فقط 90 اسب بخار قدرت تولید میکنه، ولی به قدری سبکه، بارش هم فقط یک نفره، به راحتی پرواز میکنه و میره. این به همه کس فروخته میشه، البته کسانی که حاضر باشن برای این 59 هزار دلار پرداخت کنن. شما چی؟ حاضرین یک کمچین پولی برای این بدین؟ شماره 3، پیاسکی H21. این هلیکوپتر یک لقبم داره، بهش میگن موز پرنده. این موز یک نفر بره که باربری هم میتونه بکنه. 19 نفر رو به اضافه 2.5 تن بار میتونه جابجا کنه. شماره 4، سیکورسکی CH-53K کینگ استالین. بالاخره رسیدیم به یک هلیکوپتر توپ. این جدیدترین هلیکوپتر باربر سیکورسکیه. 21 تن ظرفیت این هیولاست و میتونه 30 نفر رو سوار کنه. در ظاهر کوچیک نشون میده، اما یک هیولاییه برای خودش. شماره 5، بل AH-1F. خب بریم حالا یک محصول از شرکت بل ببینیم. این نوع هلیکوپتر مهمترین هلیکوپتر جنگ ویتنام بود. از اون معروفترم جنگ ایران عراق بود که کبراهای هوا نیروز ایران مهمترین نقش رو توی جنگ داشت. حالا همون کبراها طراحیش به قدری خوب بوده که تغییر ندادن و همونو کردن هلیکوپتر آتش نشانی. شماره 6، سیکورسکی S-64 اسکای کرین. اینم یک هلیکوپتر باربر دیگه از سیکورسکی. این برای جاهای مخصوص ساخته شده و میتونه 10 تن رو بلند کنه و راه بیفته. این هلیکوپتر دو کاره است. علاوه بر این که بارو برمی‌داره راه میفته، میتونن زیرش هم کپسول‌های آتش نشانی بذارن تا برای خاموش کردن جنگل‌ها به کار بره.
شماره 7 کامان کی مکس، یک هلیکوپتر عجیب دو پره. این درسته که ظرفیتش فقط 3 تنه، اما 3 تن رو برمی‌داره و با سرعت 500 کیلومتر در ساعت میره به طرف مقصد. شماره 8 بل وی 280 ولر، یک هلیکوپتر سری دیگه از بل. مثل یک هلیکوپتر میشینه و بلند میشه، اما مثل یک هواپیما میره. این پرنده 12 نفر ظرفیت نشستن داره که میتونه با سرعت 480 کیلومتر در ساعت جابجا کنه. این پرنده یک عنوان هم داره، بهش میگن سریع ترین هلیکوپتر نفربر. شماره 9 H-160M Gepard. میدونید که بیشتر این هلیکوپترهای جنگی رو آمریکا میسازه، اما شرکت ایرباس که میدونید شرکت اروپاییه، یک هلیکوپتر جنگی جدید ساخته برای ارتش فرانسه. این یک هلیکوپتر تجسسیه، سلاح باهاش هست اما نه نفربره و نه باربر و نه میشه بگی جنگی، اما میتونه بره بالا و همه جا رو تحت نظر بگیره. 7 نفر میتونن تو این هلیکوپتر سوار بشن. و در آخر در شماره 10 یاماها فیزر. این در اصل یک پهپاده، موتور بنزینی روشه و کنترلش دست آدمه. یاماها میگه اینو ساختم که زمینهای بزرگ راحت سمپاچی کنن. اما اندونزی چند تا از اینا رو خریده که برن بالا دهنه های آتش نشان ها رو نگاه کنن. میدونید که اندونزی آتش فشان زیاد داره. 40 کیلومتر در ساعت سرعت داره و بنزینش هم برای 1.5 ساعت کافیه. واقعا هر شرکت برای یک کاری ساخته شده. این پهپاد کم سرعت کوچیک قیمتش اصلا کوچیک نیست. 120 هزار دلار قیمتشه. باید به شرکت یاماها بگیم همون موتورسیکلت بسازی بهتره.